من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد از اینکه یوسف علیه الصلاة والسلام موعظه توحیدی خودش را تمام کرد و از تمام شد، حال می پردازد به تعبیر خواب. یا صاحب السجن، ای دو همراه زندان، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، اما یکی شما، یعنی اون ساقیه که داشت انگورها را می فشرد، فيسقي ربه خمرا، اون آقایش را، اربابش را شراب میده، یعنی اون شغلش را ادامه میده. منظور اینه که زندان از زندان آزاد میشه، میره به کارش ادامه میده. خدمت شما عرض کردم در بعضی روایت های تفسیری نوشته بود که اون کسی که انگور را در خواب دیده بود، سه خوشه را در خواب دیده بود. اون سه خوشه اگر خواب درست باشه، در تفسیرها نوشتن این تعبیر را کرده یوسف علیه السلام که بعد از سه روز به کاخ برمیگرده، به قصر برمیگرده و به کارش ادامه میده. و اونی که سه تا جانانی دیده که توش نانها هستن، بعد از سه روز اعدام میشه. و اما الاخر، اما دومی، دیگری، فیصلب، به دار زده میشه، به دار آویخته میشه، فتأکل الطیر من رأسه، پرنده از سرش میخورد. چون چند روز به عنوان عبرت مردم که این سوء قصد داشته به طرف پادشاه، به پادشاه چند روزی آویزان میماند و پرنده ها میآیند سرش را میزنند. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، فیصله شده اون امری که در باره اون شما طلب استفتا میکردید، سوال میکردید. منظور اینه که الان اگر کسی بخواد پشیمان بشه، بگه نه من این خواب را ندیدم، نه من اشتباه کردم، دیگه فیصله شد، تمام شد. و با این قاطعیت که یوسف علیه السلام میگه، به دلیل وحی میگه، چون از طریق وحی هم مطلع است که این اتفاق میشه. اما یوسف علیه السلام به اون کسی که بنا بود آزاد بشه یادآوری کرد که چند سال من تو زندان افتادم و قرار بود که به خاطر سوء تفاهم یا رفع اتهام از زلیخا اینجا چند وقتی در زندان باشم، چند روزی. اما چند سال گذشت، میگویند این روزها 7 سال گذشته بود. والله اعلم. وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك، به اون کسی که یوسف گمان داشت اون نجات مییابد، ظن ایقن جلالین گفته، یقین داشت که اون نجات مییابد از آن دو، به او گفت اذكرني عند ربك،
مرا یاد کن، از من بگو، عند ربک، عند سیدک، پیش پادشاه بگو یک آدم مظلومی تو زندان افتاده. اما فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان او را فراموش داد و فراموشی برایش آورد. ذکر ربه ای ذکر یوسف عند ربه، از اینکه یوسف را نزد پادشاه و نزد سیدش یاد کند، شیطان او را فراموش کرد. فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیه السلام در زندان ماند تعداد دیگر سالها، چند سال دیگه یوسف علیه السلام در زندان ماند، چند سال دیگه گفتند 7 سال دیگه. بعضی از مفسران اینجا نکاتی گفتند که شاید مناسب نباشه، میگن چون که یوسف علیه السلام استمداد کرد از اون ساقی و از پادشاه به اصطلاح، از این بابت خدای عزوجل نپسندید و راضی نشد و چند سال دیگه ماند. اما این از قرآن معلوم نمیشه و این کاری که یوسف علیه السلام کرده هم خلاف توکل نبود. اسباب، استفاده کردن از اسباب برای همه ما مجاز است، برای انبیا هم مجاز است. انبیا علیهم السلام به وقت از مردم چیزهایی میخواستند، چیزهایی میگفتند، برای تداوی خودشون دوا میخوردند. این خلاف توکل نیست، خلاف اعتماد نیست. اما چرا چند سال دیگه ماند؟ الله عزوجل در تقدیر قرار داده بود که یوسف در این سالها بماند تا به وسیله اون خواب پادشاه کمالات یوسف ظاهر بشه و با کمال از زندان بیا بیرون و اون جایگاه عزتی که الله تعالی برای یوسف علیه السلام در نظر گرفته شده بود، در نظر گرفته بود، به اون جایگاه عزتش برسد. لذا فیصله الهی چیزی بهتر از تدبیر خود یوسفی بود. وقال الملك اني ارى 7 بقرات. حال پادشاه است، پادشاه خواب میبیند، خواب میبیند که 7 گاو هستند، 7 گاو چاق و چله هستند، فربه هستند، و این گاوها در بعضی روایت های تفسیری هست که از دریا بیرون میزنند. 7 گاو لاغر دیگه میاند و این 7 گاو را میخورند. تعجب میکنه، از خواب بلند میشه، این چه خوابی هست؟ نمیدونه شب بعد میخوابه یا نه. همین شب که بلند میشه از خواب، با خود فکر میکنه، مقدار میشینه، دوباره میخوابه. دوباره که میخوابه، خواب میبینه که 7 خوشه هستند، 7 خوشه سرسبز هستند و سنبله به اصطلاح خوشه ها، خوشه های خوب برابر، اما 7 خوشه خشک یا تار خشک میای به اینها میپیچد و این 7 تا را خشک میکند. بازم تعجب میکنه، بلند میشه، روز بعد معبرین را میخواد، تعبیر کنندگان را، از هر کسی که تعبیر میپرسند اونا میگن ما نمیدانیم. بعضی که عاجز میمانند میگه اینا خوابهای پراکنده هستند. خوابهای پراکنده معمولا به خوابهای گفته میشه که انسان در وقت مناسب هم نمیبینه و یکی از اونجا یکی از اونجا نامرتب نامنظم چیزهای عجیب و غریبی میبینه. لذا معبرین گفتن از اون خوابها هستند که بر اساس تخیل و بر اساس تفکرات روزمره به انسان دست میده. اما پادشاه مطمئن بود که اون طور نیست، تا به حال چنین خوابی ندیده. پادشاه پریشان شد تا اینکه اون ساقی که در این جلسه بود و در قصر پادشاه بود و مشغول خدمت بود، حال به یاد یوسف افتاد که چه معبر جالبی بود، چه معبر خوبی بود که ما را همونطور که تعبیر کرد سر وقت خواب تعبیرش تعبیر شد و محقق شد. لذا به پادشاه
فوراً از پادشاه اجازه گرفت، گفت من شخصی را میشناسم که نهایتاً ماهر هست، نهایتاً دانا هست و شما اجازه بدید که از اون من خواب را، تعبیر خواب شما را بپرسم، لذا مرا به زندان بفرست که این شخص در زندان است. پادشاه هم از اون جایی که میخواست این خواب را بداند، لذا زمینه را برش فراهم کرد که این ساقی رفت به طرف زندان. وقال الملك اني ارى سبع بقرات، پادشاه گفت من دیدم در خواب، ارى فی المنام، سبع بقرات، هفت گاو چله چاغ، یاکلهن سبع عجاف، آنها را میخورد هفت گاو لاغر، و سبع سنبلات خضر، و هفت سنبل، هفت خوشه سرسبز، و اخر یابسات، هفت دیگه خوشه های خشک هستند. یا ایها الملأ، ای درباریان، ای افرادی که در دربار هستید، افتونی فی رؤیایا، به من پاسخ بدید درباره خوابم، این کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما خوابها را تعبیر می کنید خواب من را تعبیر کنید. اما جواب اول، قالوا اضغاث احلام، معبران گفتند که خوابهای پراکنده هست. جواب دوم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما تأويل احلام را، خوابهای پراکنده را، ما اینها را نمیدانیم، تعبیرشون را بلد نیستیم. وقال الذي نجا منهما، گفت اون ساقی، اون کسی که نجات یافته بود از میان آن دو، وادکر بعد امت، بیاد آمد، بیاد آورد بعد از مدتی، امت ای مدت، بعد از مدتی بیاد آورد این بیوفا، یوسف علیه الصلاه و السلام را، که یوسف چه خواب جالبی را برای ما تعبیر کرد. گفت انا انبئکم بتأویله فارسلون، من به شما خبر میدهم تأویلش را، مرا بفرستید. مطمئن بود چون اون کمالاتی که در یوسف دیده بود، اون محاسن و زیبایی هایی که در یوسف و اون علم و فراستی که در یوسف دیده بود. سبحان الله، انبیاء را وقتی که الله به صورت کامل بسازد چگونه کامل میسازد، از هر جهت، از نظر ظاهر، باطن، اخلاق، زیبایی، فراست، علم، لذا شیفتش بود. یوسف ایها الصدیق، این تمهید است، مقدمه است، ای یوسف، ای صدیق، ای کسی که حرفات راسته، افتنا فی سبع بقرات، به ما جواب بده، به ما پاسخ بده درباره هفت گاوی که سمان چاغ هستند، یاکلهن سبع عجاف، آنان را می خورد هفت گاو لاغر، و سبع سنبلات، هفت خوشه خضر هستند سرسبزند، و اخر یابسات، و هفت دیگه خشک هستند. تعبیر این خواب را بگو که تمام من برم به پیش پادشاه، لعلی ارجع الی الناس، شاید من برگردم به سوی مردم، لعلهم یعلمون، شاید آنها فضل تو را بدانند، چه انسان فاضلی هستی، چه انسان با کمالی هستی، از تعبیر اونا تشخیص بدند. اما سبحان الله، این اخلاق کریمانه پیامبری، مردک را ملامت نکرد، تا حالا کجا بودی، چند سال سفارشت کردم، چرا دیگه خبری ازت نشد؟ نه، اخلاق پیامبری این را می طلبد که این مسائل را، بزرگان این مسائل را به خود نمی آرند، توجه نمی کنند، و همچنین درنگ و تأمل نمی کنند، نه من خودم باید پیش پادشاه بیام، نه، این یک انسان متین، یک انسانی که واقعا وقار دارد، سیرتش اینه که اینجا قرآن به تصویر کشیده.
بلا فاصله تعبیر را میگه. قال تزرعون سبع سنین دعبا، این بیان تعبیر یوسفی با تدبیر یوسفی، هم تعبیرش را میگه هم رای حل بهشون نشان میده، راهکار نشان میده. قال تزرعون سبع سنین دعبا، شما کشت میکنید، کشاورزی میکنید 7 سال. دعبا یعنی بر اساس عادت، همیشه هر سالها کشاورزی بوده، اینم بر اساس همون عادت هر سال، احوال هر سال شما کشاورزی میکنید. اما فما حصدتم فی سم فذروه فی سنبله، عرض کردم هم تعبیر هم تدبیره، این در خواب نبود، این تدبیر خود یوسفی هست و شاید از طریق وحی است که هرچی شما درو کردید بذارید تو خوشه. عرض کنم که گندم ها را از خوشه جدا نکنید که خراب میشند، تو خوشه بذارید. فالا قلیلا مما تاکلون، مگر اندکی که مصرف میکنید میخورید، اونا را به خرمن کوبی ببرید و گندم را جدا کنید از خوشه، اما بقیه را همونطور با خوشه بگذارید، انبار کنید. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، این معجزه یوسفی هم هست و تعبیر خواب است. سپس می آید بعد از آن 7 سال سخت، 7 سال قحط، یأکل نما قدمتم لهن، می خورد آنچه که شما تقدیم کردید برای آنان، یعنی اون سالهای بعد این سالهای قبل را می خورند، هرچی که اینجا شما انبار کردید در اون سالها می خورید. الا قلیلا مما تحسنون، مگر اندکی که شما اونها را محکم نگاه می دارید، کمی اضافه می ماند، بقیه همه مصرف میشه، میخورید. ثم یأتی من بعد ذلک عام فی، بعد از این سالی می آید که فیه یغاث الناس، در اون سال مردم به صورت فراوان باران داده می شوند. و فیه یعصرون، و از بس که میوه و انگور زیاد هست به صورت فراوان انگورها را می فشارن. انگور وقتی که اضافه باشد نبیز درست می کنن، شراب درست می کنن. لذا خرما هم هاکذا، وقتی که خرما اضافه باشد شیره و نبیز و اینها درست می کنن. لذا از بس که زیاد هست شما شراب درست می کنید و نبیز درست می کنید. و ببینید این بخش در خواب نبود، یعنی فقط در خواب 7 تا گاو چاق و لاغر بودن یا 7 تا خوشه بودن، بعد یه چیز تنهایی نبود که تعبیرش به این سال بشه، سال 7. بعضی از مفسران گفته هذا بالوحی، این را یوسف که گفت بعد از اون می آید از طریق وحی گفت، و بعضی میگن نه اینم تدبیر یوسفی بود، چون تجربه اینطور نشان میده که هر وقت که چند سال متمادی پیاپی قحط بیاید بعد از اون سال، سال بسیار آبادی خواهد بود بعد از قحط. لذا یوسف علیه السلام بر اساس اون تدبیر یوسفی این را گفت یا از طریق وحی گفت. وقتی که پادشاه شنید این تعبیر را، خب هر کسی این تعبیر را بشنود واقعا لذت میبرد، چه تعبیر جالبی، چقدر تطبیق دارد با این خواب. و قال الملك ائتوني به، زودتر بیارید او را پیش من. متوجه شد که در زندان یک انسان دانشمندی با فراستی با علمی هست، اما هنوز از اخلاقش خبر نداره، فقط از به علمش پی برده. یوسف علیه السلام ابا می کند. فلما جاءه الرسول، وقتی که فرستاده آمد، قال ارجع الى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن. وقتی که آمد گفت نه، برگرد به پیش سیدت، اربابت، اول تکلیف من و اون زنها را روشن کن. ف
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، بپرس که احوال اون زنها که دستهاشون را بریدند و دستهاشون را زخمی کردند اونها در چه حالند، یعنی اونها درباره اونها نظر چیه، دیدگاه چیه، اونجا من مقصر بودم یا اونها. ببینید چرا یوسف علیه السلام فورا استقبال نکرد از زندان آمدن و خواهان تحقیق شد. چونکه یوسف علیه السلام اولا نبی برگزیده خدا بود، غیرت و حمیت و عزت نفس به درجه اتم و اکمل در وجود ایشون موج میزد، لذا با خود گفت مبادا این خروج، این بیرون آمدن کرم و لطف پادشاه به حساب بیاد و اون آر همیشه بماند، اون لکه همیشه بماند. یعنی مردم اینگونه تصور بکنند که یوسف گناهی کرد، به زندان رفت، اشتباهی کرد نسبت به سیدهش، نسبت به صاحبش، بیبیش تعرض کرد، ولی خب آخر چون که عالم بود، دانشمند بود، پادشاه او را بخشید، کرم کرد، لذا نمیخواست این بشه عزت پیغمبری. و اگر چنین لکه‌ای میشد اون وقت هیچ وقت سخنش و کلامش هم تاثیر نداشت. مردم میگفتن این همونه که فلان وقت فلان کار را کرد، لذا باید به خاطر رسالتش که شده هم آسیب نمیدید رسالتش. علت دوم هم همینه، چون که دعوت و تبلیغ و رسالت نیز آسیب میدید، چون که هدف زندگی و نسب العین یوسف علیه السلام چی بود؟ دعوت الی الله بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این متانت یوسف را و این سنگینی یوسف را مورد تمجید قرار داد و در حدیثی که رسول الله خودش نسبت به خودش تواضع می کند می فرماید لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت الداعیه، اگر من محمد صلی الله علیه و سلم در زندان می ماندم اونقدر که یوسف ماند و فورا بعد از اینکه قاصد آمده بود فورا بیرون می شدم از زندان، اجابت می کردم، اما یوسف این کار را نکرد. یوسف واقعا کمال وقار و متانت را از خود نشان داد و عظمت را از خود نشان داد. می خواست که همه بدانند که یوسف پاک هست و پاک بیرون آمد از زندان. لذا پرسید که تکلیف اون زنها چیه؟ ان ربی بکیدهن علیم، مردم نمیدانند اما رب من به مکر و کید و توطئه اونها داناست، الله از کیدشان خبر دارد. خب پس پادشاه گفت پس چنین جریانی هست، پادشاه خبر نداشت، جریان را برش تعریف کردند، پادشاه اون زنها را احضار کرد، زلیخا هم احضار شد. اما ببینید وفا را، سبحان الله، یوسف علیه السلام نامی از زلیخا نمی برد، عامل اصلی زلیخا است، علت اصلی زلیخا است، اما چون که نمک پرورده زلیخا است، در خانه زلیخا به هر حال بزرگ شده، در خانه زلیخا بوده، احسان عزیز مصر و زلیخا بر او بوده، اخلاق کریمانه می طلبد، از یک طرف باید از خود این لکه را و این ننگ را دور بکند، از یک طرف اونهایی که بهش احسان کردن اونها آسیبی نبینند. نامی از زلیخا ذکر نمی کنه. اون زنها که زلیخا هم جز اون زنها است، اون زنها تا مجموعاً زنها به حساب بیان، چون همه زنها مقصر بودند، همه زنها آخر دعوت کردند، اینجا هم هست. لذا پادشاه از همه را پرسید، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، چه هست شأن شما، چه هست موقعیت شما، یعنی چی بود حقیقت؟ اذ راوتن یوسف عن نفسه، زمانی که شما طلبیدید
مطالبه کردی یوسف را، نفسش را، خودش را خواستید. ببینید اینجا هم هست که همه زنها دعوت کردند. طلاب می دانند راوتن صیغه جمع مؤنث است، جمع زنها را میگه همه شما از یوسف خواستید این کار را، این فعل شنیع را. الان زنها اعتراف میکنند، قلنا حاش لله، پاکی برای خدا، ما علمنا علیه من سوء، ما سراغ نداریم، ما نمیدانیم، ندانستیم بر یوسف، من سوء یعنی ذره اشکال. من عمومتر میکند، هیچ نوع اشکالی، ذره اشکال و ذره بدی در او ندیدیم، او به اندازه سر سوزن مقصر نیست. خب زنها اقرار کردن، اعتراف کردن، برای یوسف همین قدر کافی بود، چون یوسف درباره زنان گفته بود، یکی از اون زنان زلیخا بود. اما زلیخا هم اینجا مجبور شد به اعتراف. قالت امرأة العزیز، زن عزیز گفت، زن عزیز مصر یعنی زلیخا گفت، الان حسحس الحق، حال که حق واضح شد، حق روشن شد، من اعتراف میکنم، من اقرار میکنم، انا راودته عن نفسه، من او را طلبیدم، یعنی نفسش را، خودش را برای خودم خواستم، یوسف خواهان نبود، و انه لمن الصادقین، او یوسف از صادقین است، او راستگو است. اون که گفت هی راودتنی، در اون قولش اون راستگو بود، من دروغ گفتم، من اشتباه کردم. زلیخا الان اقرار به جرم کرد. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این جمله مالکی هست. بعضی میگویند از مفسران جمع اندکی، این ادامه سخن زلیخا هست. زلیخا میگه من این اقرار را کردم در حالی که یوسف از من نخواست، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، تا یوسف بداند که اگر من اشتباهی کردم، روبروی او را متهم کردم، پشت سر او خیانت نکردم، پشت سر او یوسف را متهم نکردم، پشت سر او حقیقت را گفتم که مقصر منم. لیعلم انی لم اخنه بالغیب، یوسف بداند که من غایبانه خیانت نکردم. اما عموم مفسرین گفتن این جمله جمله یوسف است. یوسف علیه السلام داره توجیه میکنه که من چرا تقاضا مندم، تقاضا دارم که زنها بیاند و حقیقت را بگند، چونکه میخوام روشن بشه برای عزیز مصر، برای اون محسن من که مرا در خانه اش خوب اکرام کرد، خوب احترام گذاشت. ذالک لیعلم، این را، این خواسته را به این خاطر دارم، لیعلم، تا عزیز مصر بداند که انی لم اخنه بالغیب، من در صورت غیبت او، نبود او، با او خیانت نکردم، من تو خونش بودم، من خائن نبودم. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، الله عز و جل هدایت نمی کند کید خائنان را، یعنی به منزل مقصود نمی رساند مکر و توطئه خائنان را، هر کسی که خیانت کند. من اگر خیانت می کردم امروز این عزت نصیبم نمی شد. لذا همیشه خائن عزتمند نمی شه مگر اینکه توبه بکند. خب یوسف علیه السلام مجبور بود که خودش را تبرئه بکند. عرض کردم به خاطر اهداف بلند و بالایی که داشت، یکی عزت نفس و یکی تبلیغ رسالت، اما اینقدر خودش را باید پاک بکند که یه وقتی تبدیل به عجب نشه، به خودپسندی نشه که من بودم، من هیچ گناهی نکردم، هیچ اشتباهی نکردم. به این خاطر یوسف برای رفع عجب و رفع تکبر میگه و ما ابرئ نفسی، من نفسم را تبرئه نمی کنم، من نفسم را
چونکه یوسف علیه السلام درباره عصمت نفس خودش تأکید فراوان داشت، اکنون میخواد بگه که این لطف به نفسم بر نمیگرده، نفس اماره هست، اماره به سو هست، این لطف به ربم بر میگرده. و ما ابرئ نفسی، من تبرئه نمی کنم نفسم را، چونکه ان النفس لاماره بالسوء، همانا نفس اماره بالسوء، بکثرت انسان را امر می کند بالسوء، بکارهای بد. نفس همیش میگه برو، همیش به طرف گناه، دیدن گناه، شنیدن گناه و سخن گفتن به گناه، همیشه نفس انسان را تشویق می کند. الا ما رحم ربی، مگر ما رحم ربی، ای من رحم ربی، اونی که رب بر او رحم کند، شخصی که پروردگار بر او رحم کند، بتواند که نفس خودش را کنترل بکند. منظور یوسف این است که اگر عفتی هست، عصمتی هست، پاکی هست، به ربم بر میگرده، به من بر نمیگرده. لذا انسان همیشه از خود تعریف نکند، این تعریف کردن از خود کار خوبی نیست، چه در بعد عبادت باشد، چه در بعد بقیه زرنگی های دنیا باشد. همیشه همه چیز را به رب حواله بکند. پروردگار بر من لطف دارد، پروردگار به من احسان دارد، یا این نعمت را به من داده، یا اون تجارت، یا اون ریاست را، یا این علم را، یا این عمل را، همه را به پروردگار. این سیرت انبیاست. الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم، بدون شک رب من بخشاینده هست اگر اشتباهی از من شده، و مهربان است. پس پادشاه بیشتر علاقه مند شد. عجب، این انسان، انسان با کرامت، انسان با شخصیت، انسان پاک، پاک سیرت، پاک تینت، این انسان که باز چه ماهی بوده که همه زنها دنبال او بودند، این انسان بناحق این همه سال تو زندان افتاده. لذا میگه او را بیارید که من جز درباریان خاصم قرار میدم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، ملک گفت، پادشاه گفت، ائتوني به، او را پیش من بیاورید، استخلصه لنفسي، من او را خالص برای خودم قرار میدم، یعنی از نزدیکان خالص خودم، از نزدیکان خاص و مشاوران خاص خودم. فلما کلمه، زمانی که یوسف آمد ملاقات کرد، پادشاه با او سخن گفت، پادشاه بیشتر ارادتمند شد، هم ظاهرش را دید، هم کلامش را شنید، هم نجابتش را، هم اخلاقش را، متانتش را. فلما کلمه، زمانی که با او کلام کرد، با او سخن گفت، قال انک اليوم لدينا مكين امين، ای یوسف امروز تو نزد ما مکین هستی، معزز هستی و امینی، معتبری، امینی، ما به تو اعتماد میکنیم، لذا پیش ما بمان. یوسف علیه السلام متوجه شد از حرکات پادشاه، از سخنان پادشاه، که پادشاه میخواد یک بخشی، یک مسئولیتی را به من بسپارد. پادشاه هم متوجه شد، لذا یوسف خودش پیشنهاد کرد اون بخشی که بسیار حساس بود، اون بخشی که اونجا نیاز به یک انسان با تقوا، نیاز به یک انسان امین است. انسان خودش برای خودش چیزی نخواهد، برای خودش مسئولیتی نخواهد، مگر وقتی که تشخیص میده که این کار را به غیر از من کسی نمیتونه انجام بده. لذا اون وقت بگه مرا اینجا بگذارید، این مسئولیت را من به نحو احسن انجام میدم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم من فرموده از این که خود انسان بگه مرا در این جایگاه قرار بدید، فرمود اون وقت خدا به او واگذار میکنه، خدا کمکش نمیکنه، خودش به طلبت، مگر اینکه انسان به این نتیجه برسد. لذا یوسف میدانست که این کار کار سنگینی هست، بر خزائن،
بر انبارها، بر غلات. لذا تنها باید شخص امینی مثل پیامبر خدا باشد و شاید از طریق وحی هم به یوسف علیه السلام دستور داده شده. بعضی مفسران این هم اشاره کردند. لذا یوسف چی میگه؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مرا قرار بده بر خزائن ارض، یعنی وزیر مالیات بگذار، مسئول انبارها و سیلوها بگذار. چرا؟ چونکه میخوام خدمت خلق خدا بکنم. یکی دیگر از دلایل این است که یوسف علیه السلام علاقمند به خدمت مردم بود، در جایگاهی باشد که برای مردم خدمت بکند. و میدونید وقتی که ارتباط با مردم برقرار بشه و با مردم به نحو احسن خدمت بشه، اون وقت پذیرش مردم برای دین توحیدی بیشتر میشه. یوسف علیه السلام اهداف مختلفی دارد. اصل خیرخواهی هست، مردم با ایمان بشن، مردم عقیده صحیح داشته باشن. لذا گفت قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من حفیظ هستم، حفاظت میکنم، نگهداری میکنم و امین هست، علیم هستم، یعنی علمش را دارم، فراست و تخصصش را دارم. الله میفرماید ما این گونه یوسف را از زندان بیرون آوردیم. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما جای دادیم، قدرت دادیم یوسف را در ارض، یعنی ارض مصر. یتبوأ منها حیث یشاء، این انسانی که تا دیروز زندان بود جای می گرفت، منها از آن شهر، از آن مصر، هر جا که می خواست. کما هو شأن الملوک، پادشاهان هر جا دلشون بخواب میرن. یوسف دیگه آزاد هر جا میرفت. نصیب و برحمتنا من نشا، الله میفرماید ما رحمت خودمون را میرسانیم به هر کسی که بخواهیم. ولا نضیع اجر المحسنین، ما اجر نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. این همه نیکی، این همه سختی ها هم که کشیده بود در راه نیکی، در راه بر، الله ضایع نمی کند. لذا در همین دنیا عزت میده، در همین دنیا آزادی میده، در همین دنیا قدرت میده، اما اونی که در این دنیا هست بی ارزشه. ولا اجر الاخره خیر، الله می فرماید که البته اجر آخرت، پاداش آخرت، خیر للذین آمنوا، بهتر است برای مؤمنان، آنانی که ایمان صحیح به مبدا به الله داشته باشند. و کانوا یتقون، اونهایی که بترسند از شرک و کفر، اونهایی که پرهیز کنند از شرک و کفر و معاصی، برای اونها اجر آخرت. لذا در دنیا به هر کس خدا بده این وعده نیست، اما در آخرت بله، هر کسی که ایمان صحیح و تقوای صحیح داشته باشد ان شاء الله به او در آخرت الله عنایت می فرماید. على ای حال یوسف علیه الصلاه و السلام این جایگاه را کسب کرد، الله عز و جل برایش فراهم کرد این فرصت را. یوسف مشغول شد. اینجا دیگه اندماج است، کل داستان بیان نشده، مقصود بیان شده، اونی که هدف است. با وجودی که این مفصل ترین داستان قرآن است، هنوز بخش های زیادی حذف شده. مثلا اینجا حذف شده یوسف مسئولیت را به عهده گرفت، کار را شروع کرد، تا 7 سال آباد بود، مردم کشاورزی می کردن، گندم ها را جمع می کردن، سیلوها ساخته شد. بعد از 7 سال قحط شروع شد. قحط که شروع شد، کم کم از همون ذخایر خودشان، انبارهای خودشان می خوردند، اما با جیره بندی، با یک ترتیب و نظم خاصی که یوسف علیه السلام ترتیب داد که به همه برابر برسه، بر هیچ کسی ظلم نشه، هیچ کسی گرسنه نماند، و نه اینکه اهل مصر بلکه همسایه های مصر و بلاد اطراف مثل بلاد شام و یمن هم آمدند و از اینجا برای خودشون گندم بردند، و تا اینکه مردم می آمدند و می آمدند تا برادران یوسف آمدند. این همه داستان، این بخش داستان
اینجا مذکور نیست در قرآن. دیگه ما از سیاق میفهمیم یعنی چی، از ما قبل و ما بعد میفهمیم، این را میگیم اندماج. و جاء اخوة یوسف، الله میفرماید برادران یوسف آمدند، فدخلوا علی، بر یوسف داخل شدند. یوسف همواره انتظارم میکشید، یوسف مستقیما خودش تقسیم میکرد، پخش میکرد. فعرفهم و هم له منکرون، یوسف آنان را شناخت و اونها منکر بودند، یعنی از نکارت است، از انکار نیست، نکارت یعنی ناآشنا، و اونها اصلا نشناختند یوسف علیه السلام را. یوسف به دو دلیل شناخت و اونها هم به دو دلیل نشناختند. یکی به دلیل اینکه انتظار میکشید، چشم انتظار بود که کی اهل کنعان بیاند، و سفارش کرده بود هر وقتی که آمدن به من اطلاع بدید. وقتی که آمدن رفت نگاهشون کرد، شناخت. و دوم اینکه برادران اون زمان هم سنشون بالا بود، تغییر خاصی وقتی که انسان سنش بالا باشد، تغییر خاصی در چهره نمیاد، فوقش موهای سیاه سفید میشه. اما وقتی که انسان بچه باشد و این بچه مرد بشه، این کسی نمیشناسد. پس اونا به همین دو دلیل نشناختن، یکی که اون زمان یوسف بچه بود، یکی اینکه اصلا اونا فکر نمی کردند، در گمانشون هیچی که در خوابشون هم نبود که یوسف در این جایگاه باشد، از اصلا تصوری نبود، کوچکترین خیالی نبود، و یوسف را فراموش کرده بودند. لذا آمدند یوسف اونها را شناخت و هم له منکرون، اونها نشناختند. خب یوسف از سیاق قرآن معلوم میشه که مصاحبه گرفت، از کجا آمدید، چند نفرید، پدرتون کیه، برادرانتون همه اینها هستید، کسی مونده. وقتی که اینا کل داستان را تعریف کردن، یوسف پی برد، متوجه شد که بنیامین اونجا هست، نیاوردند، از قبل هم میدانست. به هر حال از زبان خود اونها وقتی که شنید، استدلال از زبان خودشون گفت این بار من به شما میدهم سهم شما را، اما بار دیگر اگر برادرتون را نیاوردی سهم شما را هم نمیدم، چون حتما چنین برادری ندارید، و الا بیارید ما ببینیم. پس از اونها قول گرفت که برادر را بیارند. و بعض یوسف علیه السلام فکر کرد که شاید این برادران که برند اونجا مجددن برای خرید توان داشته نباشند، اون پولهایشون را که به صورت تکه نقره بودند، طلا بودند، هرچی بودند، اون پولهایشون را که اون زمان پولها به صورت سکه مسکوک نبودند، به صورت تکه بودند که وزن می کردند، یک پول امکان دار به شکل یک استکان بود، یک جام بود، یکی به شکل آهن تکه بود، لذا هرچی که داشتند در کیسه هایشون گذاشت. به چه نیت؟ بعضی مفسرین گفتند به این نیت که اونا وقتی که رفتن پول نیست دیگه فورا بیان، وقتی ببینن نه پول داریم فورا میاند. بعضی مفسرین گفتن نه به این نیت گذاشت که اینا وقتی که برن اونجا میبینن که پول ها هست، اینا حلال زاده هستن، پیغمبر زاده هستن، حلال خارند، لذا فورا بر میگردند و دوباره پول را مسترد میکنن، بر میگردن. ولی از عمل کردشون معلوم میشه که اولی درست، یعنی اونها نیامدن دوباره پول را برگردانند، متوجه شدن که احسانی نسبت به ما شده، چرا پول در اشتباهی که نیست، پول در هر کیسه جداگانه گذاشته شده. خب این بر اساس یک نقشه ای هست، این مرد خواسته نسبت به ما لطف کنه، احسان کنه، اونجا هم چقدر ما را پذیرایی کرد، اینجا هم ما را اکرام کرده، لذا این مورد اعتماد است. الله می فرماید و جاء اخوت یوسف، برادران یوسف آمدن به جز بنیامین، فدخلوا علیه فعرفهم، بر یوسف داخل شدن، یوسف آنان را شناخت، و هم له منکرون، اونها نسبت به یوسف ناشنا بودند. ولما جهزهم بجهازهم،
وقتی که مجهز کرد وسائلشان را، یعنی آماده کرد وسائلشان را، گندمهاشان را، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، مطالبه یوسفی، بیاورید پیش من برادرتان را که من ابیکم از پدرتان هست، برادرتان که میگه از مادر من نیست. الا ترون انی اوف الکیل، از اینجا معلوم میشه که یوسف داره اعتماد اونها را جلب میکنه. آیا میبینی نمیبینید که من کامل به شما دادم کیل، حتی سهم او را هم دادم، و انا خیر المنزلین، من بهترین پذیرایی کننده هستم، مهمان نوازم، لذا اونم بیارید مهمان نوازیتون میکنم. اما ترهیب است، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر او را نیاوردید، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، هیچ کیلی نزد من ندارید، وَلَا تَقْرَبُونَ، نزدیک نیایید دیگه، کش معلوم میشه شما دروغ گفتید، خلاف گفتید وعده برادران. قالوا سنراود عنه اباه، ما طلب میکنیم، ان قریب طلب میکنیم او را از پدر، و انا لفاعلون، ما حتما این کار را میکنیم. ای ما امرتنا به مهما امکن منا، چیزی که شما دستور دادی حتما این کار را میکنیم تا جایی که برای ما ممکن باشد. یوسف، تدبیر دیگری یوسف، وقال لفتيانه اجعلوا بطاعتهم، به جوانانش گفت، یعنی به خادمان گفت یوسف، اجعلوا بطاعتهم، قرار بدید بگذارید پولشان را، بضاعه ثمن، پولی که آنها پرداخت کردن، فی رحالهم، در همون رحال خودشان، یعنی در کیسه ها و در گونی های خودشان، لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، شاید آنها بشناسند آن بضاعت را وقتی که برگشتن به اهلشان. چرا غرض جعل؟ چرا بگذارید؟ لعلهم یرجعون، شاید برگردند. یوسف علیه السلام تمنای بازگشت دارد. این نکته را خدمت شما اینجا عرض کنم که چرا یوسف علیه السلام الان که عزیز مصر شده، پادشاه شده، تمام خزائن به دستش هست، پدر اونجا شب و روز اشک میریزد، از احوال پدرم پرسید، پدر اونجا شب و روز گریه می کند، بینایش را از دست داده، با چه سختی زندگی می کند، چرا یوسف اقدام نمی کند؟ چرا به اصطلاح و به تعبیر نامناسب ما نقشه بازی می کند؟ اصلش اینه که یوسف علیه السلام پیامبر خداست، هنوز اجازه ندارد، به دستور الله هر کاری می کند، لذا الله عز و جل هنوز یعقوب را امتحان می کند، هنوز امتحان یعقوبی تمام نشده، سبحان الله. فلما رجعوا الى ابيهم، زمانی که برگشتن به سوی پدرشان، قالوا يا ابانا منع منا الكيل، گفتن ای پدر ما، از ما کیل باز داشته شد، یعنی باری دیگه به ما کیل نمیدن، به ما گندم نمیدن، به چه دلیل؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ، با ما بفرست برادر من بنیامین را، نکتل، تا که ما کیل برای او بگیریم، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ما محافظ او هستیم، ما او را از او نگهبانی میکنیم، نگهداری میکنیم. سبحان الله، یعقوب به دل میگه زخمهای کهنه را تازه میکنید، نوبت یوسف همین گفتید. قال هل آمنكم علی، من اطمینان نمی کنم بر او، الا کما امنتكم علی اخیه من قبل، مگر همان گونه که من اطمینان کردم بر برادرش قبل از این، لذا همان گونه که قبلا من اطمینان کردم، همون اطمینان، یعنی اعتمادی به شما ندارم. اما بحث شد، هر چی که راه را دیدند، راهی دیگه نبود مگر نمی رفتن برادران. یعقوب هم به همین نتیجه رسیده بود که دیگر راهی، چون استدلال وقتی که اونها آوردن، دیگر راهی برای گرفتن گندم نبود، لذا یعقوب
مجبوراً قانع شد، چاره ای نداشت، قانع شد. قانع که شد چی گفت؟ جواب دوم، فالله خیر حافظا، الله بهترین حافظ است، بهترین نگهدار است، من حفاظت شما را نمیخوام. و هو ارحم الراحمین، اون بهترین رحم کننده هست، خدا بگه بر من رحم کند، لذا از الله حفاظت میخوام. ولما فتحوا متاعهم، وقتی که کالاها را، اسباب را، وسائل را باز کردند، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، یافتن پول هایشان را، سمن هایشان را برگردانده شده به سوی آنان. قالوا یا ابانا ما نبغی، چون یعقوب علیه الصلاه و السلام هم احساس خطر کرد که این پادشاه که اینقدر اصرار داره برادرتون را بیارید، با بچه من چی کار دارد؟ احساس خطر از پادشاه کرد، لذا اینها گفتن ببین پدر، این پادشاه پادشاه بدی نیست. قالوا یا ابانا ما نبغی، ما چی میخواییم دیگه؟ ای من اکرام الملک جلاله، که پادشاه چقدر ما را اکرام کرده، دیگه چی میخواییم؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست، این پول های ماست، برگردانده شده به سوی ما. و نمیر اهلنا و نحفظ اخانا، ما طعام میگیریم، خوراک میگیریم برای اهل خودمون با این پول. و نحفظ اخانا، و برادرمان را محافظت میکنیم. و نزداد کیل بعیر، و ما به اندازه یک کیل یک شتر هم اضافه میآوریم. ذلک کیل یسیر، این کیل کیل آسانی است، یعنی یک شتر را دیگه او از ما جلوگیری نمی کنند. این پادشاه با کرامت به ما میده، آسان هست، به حیث یعطینا لا یمنعنا، بالخصوص بنیامین را که بفرستی ما به وعده عمل کنیم، امیده. سبحان الله، یعقوب علیه الصلاه و السلام بازم اطمینان نداره. ان المؤمن لا یلدغ من جهر واحد مرتين، رسول الله فرمود مؤمن از یک سوراخ دو بار نیش نمیخورد. یک بار که دست به سوراخ ببره کژدم نیشش زد، دوباره دیگه مؤمن نمیبره، دوباره که ببره این گناه است دیگه، خودش را به هلاکت انداختن است. لذا یعقوب علیه الصلاه و السلام بدون موثق، بدون تعهد، بدون سوگند که خیانت نکنید، بدون اون میگه من نمیگذارم، باید با من پیمان ببندید، اینجا عهد کنید و سوگند بخورید که خیانت نکنید. قال لن ارسله معكم، هرگز با شما نمی فرستم، حتی تؤتون موثقا من الله، حتی که به من پیمان بدید، تعهد بدید که اون از جانب الله هم باشه، یعنی به نام خدا باشه. لتأتننی به، این بیان عهد است، چه عهدی؟ حتما او را بیارید، نگذارید اونجا، مثل دفعه قبل نکنید. الا ان یحاط بكم، مگر مورد احاطه قرار بگیرید، مورد محاصره، یعنی چه؟ یعنی حادثه اتفاقی برای شما پیش بیاد، حادثه به در، اتفاق به دور، اما قول بده که حتما بیارید. فلما آتوه موثقهم، زمانی که به یعقوب دادند موثق را، پیمان را، یعنی سوگند یاد کردند همه برادران، قال الله على ما نقول وکیل، گفت الله بر آن چیزی که ما میگوییم وکیل، زامن است، یعنی الله خودش مگر حفاظت بکند. این جامعیت یعقوب را نشان میده که هم تعهد از پسران میگیره و به اون تعهد اعتماد نمیکنه، بعد از اون توکل به الله میکنه. الله على ما نقول وکیل، اصل این پیمان شما نیست، الله ضامن است، ضامن حفاظت است، ضامن نگهداری است،
الله خودش حفاظت میکنه. لذا تدبیر یعقوبی را ببین، تدبیر میکند ای پسران من شما که رفتید چطور برید. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ای فرزندان من، ای اولاد من، شما داخل نشید از یک باب، از یک در. و دخلوا من ابواب متفرقه، شما داخل بشید از ابواب جداگانه، از درهای مختلف که شما همه به نظر نیایید، چشمی بر شما نیفتد و بقیه تدابیر امنیتی خودتون را رعایت کنید. اگر مشکلی پیش آمد به هر حال شما جدا جدا باشید. اما این نقشه‌ای که تو داری میکشی چه اندازه مطمئنی؟ یعقوب میگه و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من دور نمی کنم، دفع نمی کنم از شما، من الله یعنی من قضاء الله و تقدیرهش من شیء، قضاء الهی، تقدیر الهی، من هیچ چیزی را دفع نمی کنم، کار من نیست، من فقط بر اساس تدبیر خودم تدبیر می کنم. این الحکم الا لله، نیست حکم اگر برای الله، یعنی فیصله با خداست، نفع و ضرر به دست الله است، هرچی الله بخواد میشه. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، فقط و فقط بر او من توکل کردم و فقط و فقط بر او باید توکل کنند متوکلان. به هر حال وقتی که بنیامین را آوردن، در روایت های تفسیری هست، بنیامین را هم اذیت کردن، سر به سرش گذاشتن، مسخرهش کردن، چقدر عزیز پدری که نمی گذاره تو را برای یک روز از خانه جدا بشی، تو راه اینقدر اذیتش کردن، اینقدر سر به سرش گذاشتن که بنیامین اینجا خودش مطالبه کرد. وقتی که متوجه شد که این یوسف است، برادر من، تضرع کرد که مرا نفرست با این برادران، مرا همین جا نگه دار، دنبال پدر بفرست. لذا یوسف علیه السلام بنیامین را با خود نگه داشت. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، زمانی که داخل شدند از همان طریقی که امر کرده بود پدرشان، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، یعقوب علیه السلام با وجودی که پیغمبر اولوالعزم الله بود، با وجودی که مقرب الله بود، اما نتوانست دور کند از قضای الله چیزی، به این معنی که یعقوب مدبر نبود، متصرف نبود، صاحب اختیار نبود، قدرتمند نبود، همه قدرت به دست الله. ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، دفع نکرد از آنان از قضای الله هیچ چیزی را، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یک حاجتی بود، یک نیازی بود، یا یک تدبیری بود در دل یعقوب که او را ادا کرد، یعنی اون تدبیر خودش را بازگو کرد، حرف به دلش نگذاشت، و الا در دست یعقوب هیچ چیزی نیست. و انه لذو علم لما علمناه، اون یعقوب صاحب علم بود، اما اون علم را از کجا آورده بود؟ لما علمناه، چون که ما به او داده بودیم. الله می فرماید علم را ما به او داده بودیم، بر اساس اون علم تدبیر و برنامه ریزی کرد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمی دانند که الله چی می خواهد، الله چی فیصله می کند. علی ای حال وقتی که آمدم پیش یوسف علیه السلام، یوسف به اولین مرادش رسید، اینها را اکرام کرد و بعد برادر را با یک عنوانی، با یک تدبیری پیش خودش فراخواست. اونجا برادرش را برد، اونجا برادر را به آغوش گرفت، برادر را بوسید، بوید، گفت من برادرت یوسفم. بنیامین هم تعجب کرد، در خواب هم ندیده بود، در تصورش هم نبود. فوق العاده هر دو برادر خوشحال شدند، اشک شوق ریختند. بعدن یوسف علیه السلام کل گزارش را از بنیامین گرفت، درباره پدر، درباره وضعیت خانواده،
و اونجا بنیامین خواهش کرد که دیگه من به کنعان نفرست، با این برادران مرا همراه نکن که اینها عادت و اخلاق خوبی ندارند. ما یوسف علیه السلام بهش گفت که کار داشته نباش، ما هر کاری میکنیم سکوت کن و ببین که ماموران ما چه کار میکنند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، زمانی که بر یوسف داخل شدند آوى إليه أخاه، به سوی خود جای داد برادرش را، برادرش را برای استراحت، برای خواب، خوابگاهش را پیش خودش برد. قال إني أنا أخوك، گفت من برادرت هستم یوسف. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو غمگین نباش، حزین نباش آنچه که ماموران من انجام میدهند. خلاصه روزها گذشتند و برادران کنعانی دوباره راهی کنعان شدند. الله می فرماید فلما جهزهم بجهازهم، وقتی که آماده کرد جهاز اونها را، وسائل اونها را، اسباب و گندم های اونها را، جعل السقایت فی رحل اخی، سقایه را در رحل برادرش گذاشت. سقایه و سواع یک چیز است، هم پیمانه بود برای گندم و هم برای آب، سقایه چون اونی که برای آب استفاده میشه. ثم اذن مؤذن، سپس اعلام کرد اعلام کننده، ایتها العیر انکم لسارقون، اینا وقتی که مقداری رفتن، ای کاروانیان شما سارقید، شما دزدی کردید. قالوا اقبلوا علیهم ماذا تفقدون، سؤال کاروانیان. قالوا اقبلوا علیهم، روبرو شدن، متوجه شدن به سوی مامورین، گفتن ماذا تفقدون، چه چیزی را گم کردید که از ما میپرسید، ما را متهم میکنید. قالوا نفقد سواع الملک، ما گم کردیم پیمانه پادشاه را. ولمن جاء به حمل بعیر، هر کسی خودش بیاورد جایزه دارد. حمل و بعیر، یک بار شتر، یک بار شتر بهش گندم مفت میدیم، خودتون بدید، تحویل بدید. و انا بهی زعیم، این اعلام کننده، مؤذن اعلام کننده گفت من ضامنم، من ضامنم، کار نداریم، یک بار شتر بهش میدیم، خودتون تحویل بدید. اما برادران چنین تصوری نداشتن. قالوا تالله، قالوا تالله لقد علمتم، سوگند به خدا شما میدانید، ما جئنا لنفسد فی الارض، ما نیامدیم که در زمین فساد کنیم. لنفسد ای لنسرق، ما نیامدیم برای دزدی. و ما کننا سارقین، ما اصلا سارق نیستیم، پیشه ما سرقت نیست، ما انبیا زاده ایم، ما از اولاد اشراف هستیم، بزرگان هستیم. این عرض کنم که برچسب به ما نمیخورد، این تهمت به ما نمیخورد. قالوا فما جزاؤه، این سؤال عمل هست، الله بعدن میخوانیم در آیه، الله این گونه راهنمایی کرد یوسف را. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر کاذب بودید بر اساس ملت خود شما، قانون خود شما و آیین خود شما، جزای دزد چیه؟ در دین یعقوب علیه الصلاه و السلام جزای دزد یک سال خدمت برای صاحب مال بود. قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزای او هر کسی که در رحلش، در اساسیاش، در وسائلش دیده شد، فهو جزاؤه، اون خودش جزا هست، اون خودش مال صاحب مال، خودش میشه تا یک سال برده، زنی باشه میشه کنیز، باید برش کار بکند. کذالک نجز الظالمین، ما در آیین خودمان اینگونه به
به جزا میدیم ظالمین را، به کیفر اعمالشون میرسانیم. هر کسی ظلم کرد، دزدی کرد، جزاش اینه. الله میفرمای فبدأ بأوعیتهم، این تدبیر است نه، تفتیش عمله، تدبیر عمله. اول آغاز کردند از اوعیه و کیسه های بقیه برادران، وسائل بقیه برادران، قبل وعاء اخی، قبل از ظرف برادرش، قبل از کیسه برادرش. ثم استخرج، اونجا نیافتند. آخر الامر گفتن نیست، این هم نگاه کنید، اینه که نگاه کرد عجب اینجاست. ثم استخرجها من وعاء اخی، سپس بیرون کردند اون پیمانه را از کیسه برادرش. الله می فرماید کذالک کدنا لیوسف، ما این گونه برای یوسف نقشه دادیم و نقشه کشیدیم، تدبیر کردیم. ای علمناه الاحتیال باخذ اخیه جلالین، یعنی این حیله را ما نشان دادیم. الله می فرماید راهنمایی کردیم، یعنی منظور اینه که هر چی یوسف کرد از طریق وحی کرد. وقتی که از طریق وحی کرد دیگه کسی نمیتونه اعتراض بکنه، چرا پیغمبر بود اونها را متهم به دزدی کرد. و الله عزوجل دستور داد، دستور الله چرا ندارد. لذا ما حیله را نشان دادیم که این گونه برادرت را دریافت کن. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، در دین این پادشاه نمیتونست برادر را بگیرد. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، در دین پادشاه مصر، الا ان یشاء الله، الا بمن، لیکن الله خواست که یوسف برادرش را بگیرد. پس بر اساس دین پادشاه چی بود؟ پادشاه، مفسرین نوشتند بر اساس دین پادشاه مصر هر کسی دزدی میکرد باید همون چیزی که دزدی کرده برگرداند و همون اندازه بیشتر، همون اندازه جریمه بشه. مثلا 1000 درهم دزدیده، 1000 درهم را برگرداند، 1000 دیگه جریمه بشه، باید برگرداند، 2000 برگرداند. پس این یک سواع یا سقایه ارزشمندی بود، نقره‌ای بود، از نقره بود. لذا این را باید برمیگرداند در دین پادشاه و یکی دیگه مثل اون یا قیمتش را هم باید میداد، جریمه میشد، بعد میرفت. خب بر اساس اون دیگه بنیامین نگهداری نمیشد. از اونها پرسیدن در دین شما چی؟ از خدا فرمود که شما بر اساس قانون خودشون عمل کنید. اونا گفتن مجرم خودش باید بره و خدمت کنه. گفتم پس تمامه. نرفع درجات من نشاء، الله می فرماید ما بلند می کنیم درجات هر کسی را که بخواهیم. ما و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر صاحب علم یک علیمی هست، یعنی هر عالم بزرگ یک عالم بزرگتری هست. اما این علم پایان میابد به ذات علیم و قدیر. الله عز و جل بالای همه عالم ها، یعنی بر همه علوم از او هست، مستفاد از علم او هست. لذا الله عز و جل همه چیز را میداند و بندگان همه چیز را نمیدانند. اما وقتی که این جریان را دیدند برادران یوسف، متهم کردند این دو برادر را، خجالت کشیدند. بنیامین را وقتی که دیدند به خاطر اینکه خودشون را پاک نشان بدن، گفتن اینایی که از این مادرند همینطور سرقت میکنند، همیشه یه برادری داشت قبلا اونم سرقت کرد. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، آنان گفتن اگر این سرقت کرده، فقد سرق أخ له من قبل، همان آد سرقت کرده، دزدی کرده برادرش، برادری که مالی است از قبل، اون هم دزد بود. علیاعوذ بالله، به یوسف گفتند. یوسف نبی همه چیز را در دل نگه داشته. فأسرها یوسف فی نفسه، یوسف مخفی نگه داشته در دلش، ولم یبدها لهم، ظاهر نکرد، اما به دل گفت قال انتم شر مکانا،
شما بدترین انسان ها هستید از نظر مکان، از نظر جایگاه. بله، والله اعلم بما تصفون، الله بهتر میدانه اون چی که شما بیان میکنید. واقعا یوسف دزدی کرده که شما یوسف را هم متهم میکنید؟ اون جریان را مفسرین گفتند، همه میدانستند، برادران هم میدانست که یک جریان سوری بود. عمه یوسف علیه السلام که دختر حضرت اسحاق بود، خواهر حضرت یعقوب بود، بعد از اینکه یوسف علیه السلام مادر را از دست داد، او از یوسف نگهداری میکرد، یوسف پیش او بود. اما بعد از مدتی که یوسف بزرگ شد، یوسف را یعقوب آورد، هر کاری کرد خواهر یعقوب نگذاشت. و یوسف چنان دوست داشتنی بود، چنان محبوب بود که از هر کس جدا می شد برای او غمی درست می شد. لذا برای اون عمه خیلی سخت شد، اون چنین نقشه کشید، همین نقشه که یوسف برای بنیامین کشید. کمربند ارزشمندی از حضرت اسحاق علیه السلام برای او به ارث مانده بود در خانه داشت. یک روزی اون کمربند را به کمر یوسف علیه السلام بست و یوسف بچه بود، بازی می کرد، آمد پیش یعقوب گفت که کمربندم را بچه هایت آوردن تو خانه. یعقوب گفت نیست. خلاصه یوسف را که بازی می کرد آوردن، کمربند بسته، گفت اینه. بر اساس دین یعقوب باید یوسف را برای یک سال دیگه می برد. از این طریق تدبیری کرد و یوسف را پیش خودش برد. اون همه می دانستند که اون عمه این کار را کرد، و اما برادران هم می دانستند، اما اون را تعبیر به دزدی کردن. می خواستند که بگن اینا هر دوتا که از یک مادر هستن، پیشهشون هست، ما پاکیم. یوسف در دل گفت انتم شر مکانا. قالوا يا ايها العزيز، الان تدبير برادران، يا ايها العزيز، اي عزيز مصر، ان له ابا شيخا كبيرا، همانا براي اين پدري هست، شيخ بزرگي هست، پیر مرد بزرگي هست، فخذ احدنا مكانه، از ما یکی را بگیر به جای او، زندان کن او را، بذار که پر پدر سخت میشه. انا نراک من المحسنین، ما تو را میبینیم که انسان محسنی هستی، انسان نیکوکاری هستی، در دلت ترحم وجود دارد، بر ما رحم کن و بر پدر پیر ما رحم کن. قال معاذ الله، جواب یوسفی، پناه به خدا، ان ناخذ الا من وجدنا، مگر اینکه ما بیابیم و بگیریم، من وجدنا متاعنا عنده، مگر اون انسانی را که ما بیابیم متاع من را، کالای من را نزد او، ما کالای من را دست این برادر شما یافتیم، ما فقط با این کار داریم، شما بقیه بیگناهی، شما برین، با شما کار نداریم. غیر از این کار اگر ما به جای این مجرم یک کسی دیگری که بیگناه هست به جرم بگیریم و زندان کنیم، انا اذا لظالمون، ما در این هنگام ظالمیم، ما ظلم نمی کنیم، ما عدل می کنیم. اینی که این سواع را، سقایه را دزدیده، این باید پیش ما بموند و شما بقیه برید. خب قانع کننده بود. برادران دیگه چاره ای نداشتن. اینجا بود که برادران با هم نشستند و مشوره کردند تا اینکه به پیش پدر برگردند. صدق الله العظیم. من فیض مولانا الغفور، قرآن رب العالمین، جاء لنا مبرس نور، فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين،
نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل